درود بر مردم شریف ایل قشقایی، یکی از ایلهای بزرگ و پرجمعیت ایران که نقش مهمی در تاریخ ایران ایفا کرده است. به گزارش پایگاه خبری هرانا، خسرو بهادری قشقایی دانشجوی مقطع دکترای علوم سیاسی دانشگاه شیراز، علارغم گذشت بیش از یک ماه از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلا تکلیف در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برد. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند به هرانا گفته است آقای قشقایی در طول 44 روز سپری شده از زمان بازداشتش به صورت بلا تکلیف در یکی از سلولهای انفرادی زندان عادل‌آباد شیراز نگهداری می شود و علی‌رغم وعده مسئولین مربوطه مبنی بر آزادی موقت وی تا کنون این امر میسر نشده است. اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از جمله اتهامات مطرح شده علیه این شهروند است. ایل قشقایی یکی از ایلهای بزرگ و پرجمعیت ایرانی محسوب می شود که نقش مهمی در تاریخ ایران ایفا کرده است. این ایل را جزوی از ترکمانان دشت قبچاق می دانند که بعدها به هند، عراق و سیستان و در پایان به استان فارس مهاجرت کردند. ایل قشقایی با وجود گذر زمان و شکل گیری فرهنگ مدرنیته، آداب و رسوم خود را حفظ کردند و همچنان از زندگی کردن در طبیعت بهره می برند. زندگی در سیاه چادر، موسیقی های خاص ایلی، غذا و خوراکی های سنتی خاص ایل از ویژگی های مهم ایل قشقایی است. اقوام بسیاری در طول تاریخ در جغرافیای ایران نشو و نما یافتند. یکی از این اقوام قوم قشقایی است که به گفته منابع تاریخی از سرزمین‌های حاشیه ترکستان که به ایران وابسته بودند و به فلات ایران کوچ کردند و در آنجا ساکن شدند. مطالعه منابع مربوط به ایل قشقایی نشان می‌دهد که این قوم در سرزمینی به نام قشق و طایفه‌ای به نام قشقه می‌زیستند. رودخانه نیز در نزدیکی سرزمین آنها وجود داشت که نام آن قاشقا بود. این قوم به زبان ترکی و با گویش قشقعی سخن می‌گفتند و در ترکستان و ازبکستان زندگی می کردند. قشقایی ها در طی دوره های مختلف به سرزمین ایران وارد و در آن ساکن شدند. آنها بعد از سکونت در ایران گروه های بسیاری را با خود همراه کردند. درباره خاستگاه قشقایی ها روایات مختلفی ذکر شده است. ظل السلطان در کتاب خود آورده است که اتابک فارس با سواران خود به دیدار خلیفه در بغداد رفت. در راه به سپاه سلطان محمد برخورد کرد و با آنها جنگید. سلطان شجاعت اتابک سعد زنگی را ستود و تعدادی از جنگجویان کاشغری را با او به فارس فرستاد که بعدها قشقری خوانده شدند و سپس به قشقایی شهرت یافتند. خرمجی در کتاب حقایق الاخبار نوشته است که قشقایی ها از ترک های دشت قبچاق بودند و با اتابکان سلغوری به فارس آمدند. خاندمیر نیز در کتاب حبیب و سیر قشقا را سرزمینی در ترکستان می داند که نزدیک سمرقند و بخارا قرار داشت و مردمان آن از نژاد ترک بودند. پیر ابرلینگ نیز در کتاب کوچنشینان قشقایی فارس می نویسد در دوره شاه اسماعیل صفوی کسانی به فرماندهی امیر قاضی شاهیلو که قشقایی بود برای گسترش مذهب شیعه به سرزمین فارس آمدند و با اتحاد با دیگر چادرنشینان این منطقه ایل قشقایی را تشکیل دادند.
طبق نوشته های روی سنگ هایی که در دشت اورخون کشف شده و در دیوان لغت ترک کاشغری نیز آمده است، قائی نام یکی از قبیله های 24 گانه ترکان عقوز بود که به دلیل دارا بودن خصلت جنگاوری وظیفه حفاظت از امپراتوری گوی ترک را نیز عهده‌دار بودند. برخی نوشته ها قائی را از نوادگان عقوز خان می دانند که شغل سپاهیگری داشت. او سپاهی مخصوص خود داشت که با آنها به کشورگشایی می رفت. قائی نیروهای خود را به جناح راست، جناح چپ و جناح پیش قراول قاشقائی تقسیم می کرد. قاش در لغت ترک به معنای پیشانی نیز به کار رفته است. رؤسای ایل قشقائی به طایفه شاهیلو تعلق داشتند. اولین رئیس ایل امیر قاضی شاهیلو بود. او در روستای درویش زندگی می کرد و برای مردم ارزش و قداست بسیاری داشت. هنوز هم مردم برای زیارت قبر او به روستای درویش می روند. طبق روایاتی که از این دوره بر جای مانده است، امیر قاضی به شاه اسماعیل صفوی برای تثبیت مذهب شیعه یاری رساند. اگر به تاریخ توجه کنیم، خواهیم دید که در آغاز قرن 18 میلادی است که قشقائی ها نقش خود را در تاریخ فارس نشان می دهند. در قرن 18 فردی با نام جان محمد آقا که به جانی آقا نیز شهرت داشت، ریاست قشقائی ها را عهده‌دار بود. طبق روایاتی که از این عصر بر جای مانده است، فرزندان جانی آقا اسماعیل خان و حسن خان بودند که نقش تأثیر گذاری در فتح هند توسط نادر ایفا کردند. با گذشت زمان این قوم مورد غضب نادر قرار گرفتند و او اسماعیل خان را کور کرد. این موضوع سبب شد که قشقائی ها مجبور شوند به دره گز، کلات نادری و سرخس خراسان کوچ کنند. سعید نفیسی در کتاب تاریخ معاصر ایران نوشته است گروهی از قزلباش‌ها در دوره شاه اسماعیل صفوی برای حراست و دفاع از مرزهای جنوبی کشور به فارس انتقال داده شدند. این گروه با ایجاد اتحاد بین ایل‌های فارس، ایل قشقائی را تشکیل دادند. با روی کار آمدن کریم خان زند، اسماعیل خان به او نامه نوشت و از او خواست تا به ایل خود در فارس بازگردد. کریم خان خواسته او را پذیرفت و قشقائی ها به فارس بازگشتند. بعد از آن اسماعیل خان تبدیل به یکی از افراد معتمد کریم خان شد. برخی بر این عقیدند که فردی که در تابلوی کریم خان زند در کنار او ایستاده و به نظر نابینا می آید اسماعیل خان است. محل نگهداری این تابلو در موزه بریتانیا است. در دوره پرآشوب پس از مرگ کریم خان زند، اسماعیل خان به دلیل ارتباطی که با زکی خان داشت مدعی فرمانداری فارس شد. او بعد از کشته شدن زکی خان اعدام شد. فرزند اسماعیل خان که جان محمد خان نام داشت و به جانی خان شهرت یافته بود، بعد از او به ریاست ایل قشقائی رسید. او حامی جعفر خان زند بود. با روی کار آمدن آقا محمد خان قاجار، او به قشقائی ها حمله کرد، اما آنها به کوه ها پناه بردند و نجات یافتند. آقا محمد خان بخشی از ایل قشقائی را به شمال ایران فرستاد.
پیش از این در دوره کریم خان زند بسیاری از طوایف لوروکرد که با کریم خان به شیراز آمده بودند با ایل قشقایی ترکیب شدند و جمعیت ایل قشقایی افزایش قابل توجهی پیدا کرد. بعد از جانی خان پسرش محمد علی جانشین او شد. اولین کسی که در ایل قشقایی از عنوان ایل خان برای خود استفاده کرد جانی خان بود. بعد از او جانشینانش نیز از همین عنوان استفاده کردند. با وجود اینکه محمد علی خان بیشتر عمر خود را بیمار بود اما قدرت زیادی داشت و علاوه بر ایل قشقایی دیگر ایلهای مهم استان فارس را نیز به زیر سلطه خود درآورد. او روابط بسیار خوبی با ایل قاجار برقرار کرد و با دختر حسین علی میرزا فرمان فرما نیز ازدواج کرد. حسین علی میرزا در آن زمان حاکم فارس بود. اگر این پست رو دوست داشتید، لایک کنید و کانال ما در یوتیوب رو سابسکرایب کنید.